غیر خطی ها و یه لبه با بامزهی هم داره که رو همون دیت قبلیمون کار میکنیم من در واقع اول هم توی همین دایرکتوری من اینو توی گیت هاب هم, هم میذارم منطقه همه باشه github.com جادی جادی ml with python course جادی حالا لینکش رو میده کتاب خونه احتمالا من هم سرمی کنم زیر نویز کنم ولی فعلا چون پوشش نکردم چیز نیست ولی کله در واقع نوتبوک هایی که استفاده میکنم و سی اس وی رو اینجا داریم برای اینکه نوتبوک رو کلا راه بندازم میزنم پایتون سه ماجول نوتبوک شما ممکنه لازم باشه بزنین پایتون داش ام نوتبوک یا بزنین هر شیوه دیگه آی پایتون نوتبوک یا هر شیوه ای که شما نوتبوکتون رو ران میکنین تو این لول انتظار میره شما اینجور مشکلاتتون رو بتونین حل کنین خب نتونستینم انتظار می تلاش کنین و بعدن حل کنین نه اینکه بدونین جواب جواب همه چیز رو میدونین کورس بی خودی رو نشستین و داریم وقتتون تلف میکنیم قراره که گیج بشین قراره که چیزی یاد بگیرین قراره که چیز جدید ببینیم، بفهمیم و برین دنبال چی برحال پولینومیال ریگرشن ها این است. خب با تشکر از سعید آقا بزرگی که این آماده کرده برای ادکس و همچنین با همکاری آی بی ام و من همین لب ها رو استفاده میکنم دوره هم بر اساس دوره ادکس چون به حال استاندارد شده یه جای درستوری درسش میدن و ما غیر منطقیه که بیم خودمون یه طرحی از اصل شروع کنیم غیر منطقی ولی خیلی احتمال انرژی بیشتری میبره و چیز بهتریم هم احتمالاً در نمیاد یا بخوایم احتمالی بررسی کنیم به هر حال من کم و زیاد میکنم ازش اما لبها رو همون ها رو میریم چون خیلی زحمت کشیده شده است روش عین قبلیه در واقع هدف ما تو این لب اینه که بیایم از توی سایکلر در واقع یه را بندازیم مدلمون رو درست کنیم ترین کنیم تست کنیم و استفادهش کنیم ببینیم چی کار میکنه برای ما من برای اینکه استفادهش کنم اول همون کارهای تقریبا قبلی رو میکنم چون رو همون دیتا ست قبلیه مت پلات لیب رو میبینم هر دفعه همین بلا سر من میاد نمیدونم این چجوری به این فلش رو تبدیل میشه بعد پی دی رو دارم بعد پی ال رو دارم پی وای لب رو به عنوان پی ال ایمپورت میکنه اگه نمیدونین چیه میتونین یه سرچ سریع بکنین که تو پایتون پی وای چی کار میکنه اصلا ایده یاد گرفتن شما تو این سطح دیگه اینه اصولا اصلا انتظار نداشتن که شما برین سر یه کلاسی بهتون یه چیزایی یاد بدن و از اون کلاس بیان بیرون با اون چیزا بتونین همون کارا رو دقیقا بکنین و یکی بگه به به و چه چه حتی اگه داکیومنت چیزها رو هم بخونین نمیاین مستقیما با همون داکیومنت کارایی بکنین همه بگن به به و چه چه شما با اینها کشف میکنین که چه چیزهایی وجود داره چه مسیرهایی وجود داره و بعد میتونین تو کیستون استفادهش کنین مثل یه نقشه شما نقشه رو میبینین حفظش نمیکنین بعد بیان بگین خب میدون ولک واسه میشه میدون ولیاس از خیابون فلان شما میایین میگین که اوکی من بعدا نقشه رو بخونم حالا شما چی میخواین یارو میگه میخوام برم اونجا میگه آها بذار نقشه رو ببینم آره یه چیزی داریم از اینجا بذار نقشه اتوبوس هم یه جایی بود بذار نقشه مترو رو سرچ کنم یه مسیر پیدا میکنین الان انتظار میره شما بتونید این کارو بکنین انتظار نمیره شما شروع کنین این کارو کردن خلاصه مت رو هم که این الگوی خیلی خاص عجیب رو مینویسین مربوط به نوت بوکه برای اینکه بتونه توی خود نوت بوک گرافیک هاش رو نشون بده پس من اینو ران کردم اینجا دانلود میکنه فیول رو من تو همون گیتی که گفتم هست و شما میتونین کلونش کنین در واقع اینها هستن فایل های CSV که به دردتونم میخوره میتونینم با همین فرمول بگیرین ولی چه کاریه و مثل همیشه اول شروع میکنین به دیتاتون یک نگاه عمومی انداختن read CSV میکنین کاری که قبلا قبلا میکردیم از توی پانداس این فایل رو و بعد هدش رو نشون میدین میگه هدش ایناست هد پنج خط نشون میده خودش دیفالت و بهتون میگه اوکی مدلیر میک یادتونه. کار من و شما نگاه کردن به دیتا و دقیق شدن توش بود و فهمیدنش و بعد استفاده از فرمول ها شما اگه با بیل فرمول بریزین توی سری دیتا به چیز جذابی نمیرسین تو دنیای واقعی حداقل بعد کاری که میکنه اینه که میاد همون کاری که قبلا میکردیمو میکنه یه CDF درست میکنه در واقع از فی ای بابا اینجوری بذار اصلا کنم از فیچرها استفاده میکنه اینجین سایز سیلند فیول این و این رو فلشو دیگه خاص کردم و بعد نگاه میکنه در واقع هدش رو که چه دیتایی داره این دقیقا کاریه که سری قبل هم ما کردیم اگر یادتون باشه و بعدم میاد امیشن رو بر اساس انجین سایز رسم میکنه این هم کاری که قبلا میکردیم اما ما قبلا میمدیم میگفتیم که این به نظر یک چیز خطی میاد یه نفری که خیلی متخصص تکنولوژیست موتور ماشین بهتری باشه یا یکی چشش خیلی قویه میگه این خط اوکی که تو کشیدی ولی شاید این بهتره به نظر اینجوری میاد ببینی یه انهنای خیلی ملایمی هم داره در اینکه این که شبیه خط راسته شاید این بهتر مدلش کنه این چجوریه چیزای x توش میبینیم یا همون پولینومیالا میاد بقیه کار رو ادامه میده فقط با ایده این که من میخوام الان پولینومیال در واقع رگرشن کنم بوش اینو استفاده میکنه اینو که دفعه هم داشتیم میاد در واقع یه ماتریس ترو false درست میکنه رندوم تو 80 درصد مواقع مثلا کوچیکتره در تو 80 در مواقع trueه توی 20 درصد مواقع falseه و بعد میاد این ماتریس رو تو CDF استفاده میکنه اون فیچرهایی که جدا کرده بودیم در نتیجه در واقع اون جاهایی که trueه میره تو ترین اون جاهایی که فالسه میره توی تست اینا قبلا هم دیده بودیم دیفالت اینه که حالت عادی حدود 80 درصدش میره توی دیتای ترین 20 درصد دیگه میره توی دیتای تست درس قبلی رو دقیق تعدیده بودیم انتظار میره شما من با اینا بازی کنین نه الزامن تو این درس برای خودتون یه ماتریس درست کنین از نامپای یه سری عدد اضافه کنین یه سی اس رو خودتون درست کنین بخونین و بعد شروع کنین تحلیل کردنشون مثلا قیمت بیت کوین رو پیش بینی کن و اساسا چند تا چیز دیگه و بعد میاد توی پولینومیال رگرسیون شروع میکنه اینجا یه بحثی بکنیم مثلا تو در در درس تئوریکش گفتم ماجرا چیه ولی ایده پولینومیال اینه که در واقع فرمول شما اینجوری دیگه ب به علاوه تتا یک x به علاوه تتا دویه ایکس دو x2 خب این میتونه یه خطی باشه شبیه اون خطی که گفتیم حالا بر اساس اینکه تتا یک چنده تتا دو چنده و ب چنده اما یه حالت خاص میتونیم تعریف کنیم ما توی لینیرمون یا لاینرمون یا خطیمون چیزی که داشتیم این بود که x رو استفاده میکردیم به شکل x1 x2 من الان اگر بیام متغیری تعریف کنم مثلا اسمشو بذارم x2 و بگم x2 مساوی x به توان 2 در واقع انگار این خطی رو از بین بردم و یه متغیر جدید اینجا تعریف کردم کل ماجرا اینه دیگه یه حالت خاصی از خطیه این میخواد این کار رو با اینجین سایز بکنه و ببینه آیا پولینومیال روی اینجین سایز خوب عمل میکنه یا نه اینجا برمیگرده به حالا تو درس بعدی هم می‌بینیم تو لبه بعدی فکر می‌کنم اونجا ناندینیرای بیشتری رو میبینیم و برمیگرده به اینی که شما دید ریاضی داشته باشین یک منحنی های مختلف رو بشناسین بدونین چه تیپ چیزهایی چیا رو جواب میدن مثلا شما الان دیگه میدونین که اگر جایی حس کردین چنین خطی دارین احتمالا پولینومیال براش احتمال خوبیه بفرض و بعد تازه وارد کار ریاضی ترتون میشین ما کاری که میکنیم اینه که میایم بزنین اینو اول ران کنم بالایی رو ران کردم آره دیگه اون تقسیمش میکرد اینو ران کنم میاد میگه که من از سکای لرن اسکی لرن در واقع سایکیت لرن پری پروسسینگ پولینومیال فیچرز رو میارم پری پروسس میکنه قبل از اینکه کار واقعی ما انجام بدم دیتا هامو مرتبتر تر الان نشونتون میدم چیه بعدم مدل خطیم رو هم لود میکنم همون کاری که قبلا میکردم ترین ایکس هم رو جدا میکنم همون کاری که قبلا میکردم ای ترین Y رو جدا میکنم با این تکنیک دیگه میگم از این اری به من یه اری معمولی بده از ترین سو دو میشن همینجوری دیتا ایکس و هم جدا میکنم تستام رو در واقع من دیتا ها رو تقسیم کردم به اری های ساده ایکس و ایگر برای ترین کردن و دیتا های های معمولی ایکس و ایگر برای تست کردم روی اینا میخوام یاد بگیرم روی اینا میخوام تست کنم که چقدر خوب در شما همونجوری که گفتم مهمترین کارتون از این به بعد اینه که شروع کنین اینها رو سرچ کردن و دیدن مثلا سرچ کنین که اسکایلر اسکایلر در واقع سایکیت لرن پری پروسسینگش چه چیزهایی داره و چی کار میکنه او... آه... اسمش چی بود؟ پولینومیال فیچرز all features مثلا این در واقع میاد فیچر های پولینومیالی رو جدا میکنه اینجا فکر کنم خودش یه مثال باحالم داره آره کاری که میکنه اینه که میگه اگر شما تو دیتای های معمولیتون مثلا دارین دو و دو و چهار و یک و نیم اینها رو به عنوان ایکس های معمولیتون دارین در واقع فیچر ها دیگه من میام براتون یه سری فیچر دیگه هم درست میکنم مثلا اگر میگین تا درجه دو میخوام همیشه اول یه دونه یک میذارم بعد دو رو به توان یک میرسونم میشه دو دو رو به توان دو میرسونم میشه چهار من میگم مثلا فرض کن اینها رو به عنوان x داری یادتونه دیگه مسئله ای که دلیلی که این کارو میکنم اینه شما اینجا در واقع میخواستین فرمولی بنویسین که توش x2 استفاده شده x استفاده شده یا اصولا ضریب یکش استفاده شده کاری که میکنه اینه که میگین شما اگر من یه X دارم من یه X2 هم برات خودم درست میکنم از رو همون همون یادتون میگفتیم که اگر در واقع یه متغیر جدید درست کنیم به اسم مثلا X2 که مساوی X اصلیمون به توان دو این میگه تو من یه سری X بده من سعی میکنم فیچر های پولینومیال رو از توش در بیارم مثلا تو به من بده دو من میگم اوکی همیشه یکو دارم یک در واقع دو به توان صفر دیگه دو به توان یک هم بهت میدم که میشه دو دو به هم بهت میدم میشه یه کار ماتریس، یه ماتریس درست میکنم از ورودیات. من بده 2 x بعدیته. من بهت میگم حالا فرض کن. یه دونه x داری. 2 و به توان صفر که میشه 1، 2 و که میشه در واقع 2 و به توان 1، 57 که میشه 2 و به توان دو. من تا یه ماتریس درجه دو رو بهت میدم. می‌بینی که اصلا کار عجیبی نمی‌کنه. در واقع من اینجا میام بهش میگم که من یه سریز x هم اینجا پرینت کنم خوبه. من میگم که پرینت کن تست x فقط مثلا تا اولش رو بفرض برای اینکه راحت تر و قشنگ تر دوباره رانش میکنم به من میگه که یادتونه ایمپورت همونو که کردیم ترینمون رو جدا کردیم تستمون هم جدا کردیم به شکل اری من الان تست x رو گفتم گفته اولیش هست یک کنیم سه و هفت سه و هفت چی شد؟ سپتای آخر گرفتم که نه سپتای اولی گرفتم دیگه چی شد او از تو ترین اومده چرا از تست گرفتم درست شد. خب اومدم گفتم که الان من تستم رو نشون بده میگه اوکی دیتای بخشید ترینمو رو نشون بده میگه دیتای ترینت سه تا اولیش این بوده دو 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 چار سه و نیم. این اون ایکس های اولی همه دیگه حجم موتور همه در واقع که میخوام از روش پیش بینی کنم میگم حالا بیا فرض کن واسه من پولینومیال فیچر درست کن تا درجه دو و اسمشو بذار پولی یه موتور اس... در واقع ماتریس جدید درست کردم خب یه اره جدید حالا درست ترش یا ماتریس بگیم تو ریاضی قشنگتر فهمیده میشه میگه اوکی پس با اون دیتا هایی که من سابقا داشتم که ایکس بود دوو و دو و سو و نیم من اومدم یه ماتریس پلی برات درست کردم که اینه در واقع دو رو به توان صفر رسوندم شده یک دو رو به توان دو رسوندم شده دو دو رو به توان دو رسوندم شده چهار این ردیف اول تو دومیش دو چی کار کردم؟ دو و چهار رو به توان صفر رسوندم دو و چهار رو به توان یک رسوندم دو و چهار رو به توان دو رسوندم چون گفته بودم دیگریم دو تا توان دو رفته دیگه اگه میستم بزرگترم درش بیارم در واقع معادله درجه چندتری درست کنم خب من واسه همین امسی درست کرده همینی که درک کردین ریاضیات پشتش خیلی دیگه عجیب نخواهد بود برای حتی استفادهتون بعد میگه خود پولی یه چیزی داره به اسم فیت ترانسفورم من میگم اون ترین X رو برام فیت ترانسفورم کن سعی میکنه در واقع شروع کنه ترین X این رو برای من در بیاره حالا من یه سری X دارم در واقع ایکس صفرم رو دارم X به توان صفر X به توان یک و x به توان دو درسته من این کار کردم دیگه با این فیت ترانسفورم خیلی هم می‌بینید که فانکشن ساده ای هر چند که شما اگه اینو بنویسید مطمئنا بدتر خواهد بود این کلی چیز پشتش داره پرفورمنسش خوبه تو لول های مختلفی کار میکنه و این جور چیزها ولی به سادگی به جای x ساده ای که من داشتم این رو به من داده ترین x پولی رو به من داده خب حالا من در واقع انگار چند تا متغیر جدید دارم قبلا فقط x داشتم که این ستون بود الان در واقع انگار دو تا متغیر جدیدم به من داده x به توان صفر و x به توان 1. در من میتونم فرمولم رو به شکل y مساوی با a x به توان صفر که در واقع x به توان صفر چون میشه یک در واقع بیخیال بشم به علاوه b x به علاوه 3x2 درست کنم دیگه یا اونجوری که ما می نوشتیم y مساوی b به علاوه تتا 1 x به علاوه تتا 2 x2 الان من در واقع این رو عوض کردم به متغیرهای x1 x2 و x3 x1 ایک رو که استفاده نکردم این انگار x2 این x3 الان میبینید که شبیه یک معادله خطی ساده بدون توان شده یه جور مسئله رو پیچوندیم خب حالا که من اینو دارم میتونم کار بسیار جالب تری بکنم میتونم مدل خیلی ساده قبلیم من بگم که من یه دونه مدل خطی میخوام از لینیر مدل قبلا باش کار کرده بودیم یادم چه سرش کنم اینم لینیر درسته یا لاینیر و ترین ایگرگ من مساوی فیتش کن ترین ایکس ترین ایگرگ ترین ایگرگ اینو گرفتیم در واقع اوکیه در واقع من دیتام رو فیت کردم کوفی... همون کاری که درس قبلی میکردیم کوفیشنتش رو گرفتم انترسپتش هم گرفتم در واقع زرایه به اون ایکس ها اینجاست اینم جاییه که نمودار رو قطع میکنه و در نتیجه فرمول من میشه ایگرگ مساویه با 108 اونجایی که نمودار رو قطع میکنه درسته به علاوه چی چند ضریب x چند 49 x در واقع به توان 1 به علاوه منفی میشه در واقع منفی 1 ممیز 36 x به توان 2 در واقع این میشه فرم فرمولی که من الان به دست میارم بر اساس مدل خطیم فقط چون مدل خطیم اینا رو نمیفهمید من اون متغیر دیگه استفاده کردم دیگه ولی اگه میخواستم بنویسم در واقع این شکلی میشد اگر با یک ایک ایکس هم کار میکردم کاملا امیدوارم دیگه واضح باشه یه بار دیگه هم بگم دیگه خیلی به نظرم زیادی گفتم بعد کاری که میکنه اینه که اوکی اینا رو به دست میاره میاد اینا رو پلات میکنه اول در واقع میگه من اینجین سایز ترینم رو که از روش داشتی یاد میگرفتی رو با بلو بکش سکتر پلاتش کن همینجوری بعد بیا x x رو تعریف کن برای اینکه میخواد از صفر تا ده یه دهم ده یه دهم ده داشته باشه اینجا یعنی صفر تا ده این نمودار رو بگیر اونا رو هم کشیده بود برای خودش و بعد بیا ایگرگ رو بگو CLF اینتر inter... اینو اینجا داشتیم میگم بسیارم این بود ببینید CLF من اینجا بود دیگه کوفیشنت و اینا رو از توش در می آورد در واقع اینجا توی لین رگرشن که میکرد در واقع بعد از اینکه فیت کرده بود من این مقدارها رو داشتم دیگه این میشد ذرایبم این میشد جایی که نمودار رو قطع میکنم همون فرمولی که من نوشتم و نوشته در واقع میگه ایگرگ ایگرگ من مساویه با این چیزی که پیشبینی میکنه اینترسپت صفر این به علاوه x ضرب داره این به علاوه x دو ضرب داره این دقیقا این اون فرمولی که من براتون نوشتم و این رو پلات میکنه با خط قرمز بذار ببینیم چی کار میکنه بی احبه میبینیم که یه انهنای ملوی اینجوری هم داره در نتیجه در واقع پولینومیالی تونسته حساب کنه چند بار با خودتون این رو اجرا کنیم و میبینیم چه جور چیزی در میاد تونسته یه خورده احتمالاً مدل رو بهتر کنه. کار دیتا ساینتیست هم همینه. دائما یه خورده سعی میکنم مدلی که درست کردن رو بهتر کنم و ماشین لرنینگ ها به خیلی وصلا چون با هم زیاد کار میکنه آره بعد میاد همون کاری که قبلا میکردیم سعی میکنم آرتوش رو به دست بیارم و ببینم آرتوش چنده آرتوی من شده 0.75 دفعه پیش فکر کنم بیشتر بود البته این یه مقداری وابسته به اینم هست که دیتای ترینتون کدوم انتخاب بشه دیتای تستتون کدوم انتخاب بشه بهترین حالت اینه که در آینده اینجین هایی که واقعا میسازیم و چقدر خوب پیش بینی ولی در نهایت اینجوری حالا یه بار دیگه رانش کنیم ممکنه یه خورده بره بالاتر کارش هم معقوله دیگه آرتورو آر رو ایمپورت کرده گفته من تکست ایکس پولیم اینه این درس قبلی در واقع خیلی مفصلتر حرف زده بودیم پردیکت کن اینها رو و حالا اختلافشون رو واسه من به دست بیار که چقدر این شکلی تونسته یه دونه پولینومیال به دست بیاره و امیدوارم که نسبتا واضح بوده باشه به عنوان مشق میگه که شما همین کار رو بکنین با, با درجه سه به دست بیارین و ببینین آیا بهتر میشه یا نه اگر من میخواستم انجامش بدم میمادم خیلی شبیه این کد میشد دیگه اینجا من میگفتم پولینومیال ما درجه دو به دست میارم این میگفت درجه سه به دست بیارین و ببینین پردیکشنتون بهتر میشه یا نه اینجا هم احتمالا فرمول من تغییر میکرد دیگه وقتی اینجوری مینوشتمش درجه سه هم اینجا میداشتم خلاصه امیدوارم که خوشتون اومده باشه میبینیم که ما در نهایت داریم یه کار میکنیم ما داریم مدل های مختلف ریاضی رو ترین میکنیم رو این دیتایی که داریم و بعد تست میکنیم با دیتای تستی که داریم و میزان خطاش رو به دست میاریم و یه مدل به دست میاریم کاری که توی دنیای خیلی واقعی انجام میشه که شما این مدل رو هی بهتر کنید ببینید آیا میتونید ترکیب های دیگه از توش به دست بیارید که نتیجه رو بهتر پیش کنه یا نه و این جور چیزها و مواظب اوورفیت هم هست قندون باشین جادی بودن بریم لب بعدی که یادم نیست راستش چیه ولی میریم الان میبینیم